سرخط تازه ترین ها برآورد پنتاگون از میزان عقب نشینی نیروها از افغانستان و در پایان داود لغمانی فاریاب را ترک کرد، اما اعتراضات ادامه دارد. به نام خدا و با عرض سلام با مجمع خبری چینل یوتیوب وان سمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخر این ویدیو با ما بوده و نیز چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. برآورد پنتاگون از میزان عقب نشینی نیروها از افغانستان. فارس تودی وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که عقب نشینی نظامیان آمریکا از افغانستان که قرار است تا 11 سپتامبر 20 سپتامبر با پایان برسد 16 تا 25% محقق شده است. با گزارش رادیو دری بر اساس ارزیابی هفتگی پنتاگون که روز سه‌شنبه منتشر شد، این میزان عقب نشینی آمریکا از افغانستان نشان می دهد که عملیات تخلیه با سرعت ثابت ادامه دارد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در 14 ماه آوریل اعلام کرد که خروج 3000 سرباز باقی مانده آمریکا از افغانستان تا 11 سپتامبر 20 سپتامبر تکمیل خواهد شد. با گفته مقامات فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، از زمانی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در ماه آوریل دستور خروج نیروها را از افغانستان صادر کرد، آمریکایی ها با استفاده از 160 فروند هواپیمای باربری C-17 تجهیزات خود را از افغانستان خارج کردند. بر اساس گزارش ها پنتاگون تا کنون 5 مرکز نظامی و 5000 دستگاه تجهیزاتی را به این نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تمویل داده است. آمریکا در سال 2001 1380 به بهانه جنگ علیه تروریسم به افغانستان حمله و گروه های طالبان را سرنگون کرد. با این حال در 20 سال گذشته با قدرت گرفتن دوباره طالبان و توافق صلحی که دولت ترامپ با آن در دوحه منعقد کرد، اکنون بایدن با ناچار و بدون کسب هیچ دستاوردی به این اشغالگری با ناکامی به مراتب بدتر از جنگ ویتنام همراه بود پایان می دهد. جنگ افغانستان برای آمریکا 2 تریلیون و 400 میلیارد دلار هزینه در بر داشته است. همچنان این در حال است که داود لغمانی فاریاب را ترک کرد، اما اعتراضات ادامه دارد. اشت صبح کابل، با وجودی که اداره مستقل ارگانهای محلی برای ولایت فاریاب سرپرست تعیین کرده است، با آن هم اعتراض باشنده های فاریاب علیه تعیین محمد داود لغمانی به عنوان والی این ولایت شکل گرفته بود پایان نیافته است. یک عضو شورای ولایتی فاریاب میگوید که محمد داود لغمانی روز سه‌شنبه 4 جوزا در 11 روز اعتراضات از فاریاب به کابل برگشت. آقای نوری عضو شورای ولایتی فاریاب با روزنامه اشت صبح گفت که دروازه های ادارات دولتی توسط معترضان همچنان بسته است و آنها برای 11 روز نیز به اعتراضاتشان ادامه داده و راهپیمایی کردند. اداره مستقل ارگان های محلی دوشنبه شب 3 جوزا اعلام کرد که عبدالمقیم راسخ، معاون مالی ادارات ولایت فاریاب، به خاطر حل مشکلات و خواست مردم این ولایت برای سرپرستی امور ولایت توظیف شده است. راسخ در صحبت با روزنامه اشت صبح گفت که تاکنون کارش را به عنوان سرپرست آغاز نکرده است. او پس از برکناری نقیب الله فایق نیز برای مدت سرپرست ولایت فاریاب بود. راسخ از باشندگان فاریاب و به لحاظ تعلق تباری پشتون است. محمد ظاهر عنیق از خبرنگاران محلی فاریاب به روزنامه اشت صبح گفت که معترضان اصرار دارند که باید والی فاریاب با تایید مارشال عبدالرشید دوستم تعیین شود. آق محمد نوری نیز میگوید که احتمال اینکه معترضان همچنان با اعتراضاتشان ادامه دهند بیشتر است. اداره مستقل ارگانهای محلی درباره تعیین والی جدید برای فاریاب تا کنون چیزی نگفته است. محمد داود لغمانی در 3 سور به جای نقیب الله فایق والی فاریاب تعیین شد. حزب جنبش به رهبری مارشال عبدالرشید دوستم با شماری از باشندگان فاریاب از همان زمان نسبت به این تقرر اعتراض کردند.
اعتراض پس از آن گسترده تر شد که در 25 ماه ثور برنامه معرفی داوود لغمانی اعلام شد. معترضان در همین روزها مانع نشست هواپیمای حامل او شدند، اما لغمانی دو روز بعد در لوای اول قول اردوی 209 شاهین با کارش آغاز کرد. از 25 ثور به این سو شماری از باشندگان فاریاب اطراف مقام ولایت چادر زدن و دروازه های برخی ادارات دولتی را بسته اند. همچنان این در حالی است که سخنگوی والی ننگرهار طالبان یک پل را در ولسوالی سرخرود با انفجار ماین تخریب کردند. عشت صبح کابل، عطالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید که گروه طالبان یک پل را در ولسوالی سرخرود این ولایت با انفجار ماین تخریب کرده است. سخنگوی والی ننگرهار به روزنامه عشت صبح گفت که این پل سه‌شنبه شب چهارم جوزا با انفجار ماین تخریب شده است. پلی که تخریب شده است در منطقه باولی ولسوالی سرخرود ننگرهار واقع است. با گفته خوگیانی این پل مسیر ارتباط چهار ولسوالی ننگرهار از جمله سرخرود، حصارک، شیرزاد و خوگیانی را وصل می کرد. خوگیانی گفت که با انفجار این پل باشندگان این چهار ولسوالی با مشکل روبرو شده است. در همین حال او می گوید که زیال حق امرخیل والی ننگرهار با مسئولان دستور داده است که هرچه زودتر کار ترمیم این پل را شروع کنند تا رفت آمد تسهیل شود. گروه طالبان تا کنون در مورد تخریب این پل چیزی نگفتند. گفتنی است که حدود یک ماه پیش نیز یک پل در همین ولسوالی توسط انفجار ماین تخریب شده بود. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. برای حمایت بیشتر ما ویدیوهای ما را لایک، کامنت و سابسکرایب نمایید تا ما بتوانیم برای شما جدیدترین و مهمترین خبرهای روز را برای شما برسانیم. اوقات خوش داشته باشین. الله متعال یار و مددگار شما باشد.